سلام دوستان، خب در اینجا میخواییم نرم افزار کدگذاری مستندات سازمان رو خدمتتون ارائه بدیم که چطور میشه باش کار کرد و چه ابزاری هستش. قبل از اینکه شروع کنیم به توضیح، لازم به ذکر که اگر برای دفعه اول دارین این اکسل رو باز میکنین، ممکن این ریبون زرد رنگ رو ببینین که به خاطر بار اول هستش، همینطور به خاطر ماکروی هستش که توی این نرم افزار توسعه داده شده. پس اینیبل ادیتینگ رو حتما بزنین که قادر باشین از این نرم افزار استفاده کنین. به طور مناسب دو بار این ریبون میادش که هر دو بار باید این اینیبل رو بزنین. خب این نرم افزار در واقع واسه ساده کردن کدگذاری مستنداتتون استفاده میشه. همینطور که میدونین تو سازمان ها ما مستندات مختلفی رو داریم، از قبیل دستورالعمل، فرم، فرآیندها، نمودارهای فرآیندی، روشهای اجرایی، چارت‌ها، نمودارها و غیره. خب هر کدوم از اینها رو ما اصولا توی یک پورتالی نگهداری میکنیم که همه دسترسی داشته باشن بهش، و توی اون پورتال بر اساس یک نام اونا رو قرار میدیم و طبقه بندی میکنیم توی واحدها یا فولدرهای مختلف که این نام رو بر اساس کد قرار میدن اونجا و کد گذاری میکنن مستندات رو تا بتونیم راحت تر اونا رو مدیریت کنیم، بهتر اونا رو در واقع کنترل کنیم و اینکه خب ساده تر بتونیم اونا رو پیدا کنیم. اما خود کد گذاری تو هر سازمانی ممکنه یک شیوه خاصی انجام بشه. یه حالت ساده تری وجود داره که خیلی از سازمان ها از اون استفاده میکنن که من بیام تو اینجا یک کد کامل رو نشون بدم. به این طریق هستش که نوع دستورالعمل رو به صورت یک اسم خلاصه توی اینجا نامگذاری میکنم. اگه بیاین توی دیتا ولیدیشن همه اینا رو گذاشتیم. نوع مستند هستش که میتونه روش اجرایی، دستورالعمل، فرایند یا هر چیز دیگه‌ای باشه. شما میتونید توی این قسمت اینا رو تغییر بدین بر اساس سازمانی که دارین و مدارکی که دارین، اضافه و کم کنین و یه کد میذارم واسه اون مدرک، مثلا واسه روش اجرایی اینجا M در نظر گرفته شده، I در نظر گرفته شده و غیره، که این کد گذاری رو هم بر اساس سازمان سلایق مختلف هستش که اصولا میان بر اساس اول اسم انگلیسی مدارک قرار میدن. بعد واحدهایی هستن که مسئول این مستند هستن، مثلا این فرم برای اونها توسعه داده شده، اونها باید اونها رو به روز نگه دارن، ازش استفاده میکنن، که این واحدهای مسئول هم به ازای هر کدومشون یه خلاصه کدی هم قرار داده شده که مخفف اونا هستن یا دو کلمه اولشون، فرق نداره. پس این کدها هم اینجا قرار داده میشه، هم عرض با این واحدها هستن، نوع مدرک هم ارزش کدهای این هستن و یک وضعیتی دارن، یا الان موجود نیست بعدن باید تهیه بشه، یا در حال حاضر داریم درست میکنیم اون رو، درست شده ارسال کردیم واسه مدیریت تایید بکنن و نهایی شده میتونیم استفاده بکنیم که وضعیت اونها رو نشون میده. این وضعیت اینا توی کدگذاریش تاثیر نداره، اما توی مستر لیست، توی جایی که لیست اینا رو داریم نگهداری میکنیم قرار داده شده. خب این هم در واقع از طریق ویو و فریز شده. اگر اینجا نگاه کنیم فریز کالم شده، میتونیم ورداریم فریزش رو یا اینکه بذاریم باشه، بخاطر اینکه میانیم و راحت بتونیم عنوان مدرک رو ببینیم. خب خیلی وقت و وقتی که ما تو پورتال اول اینکه میخوایم کد گذاری کنیم نمیدونیم چه کدی بدیم، باید مستندات قبلی رو بررسی کنیم و ببینیم چه کدی تا الان دادیم و الان چه کدی میخوایم بدیم. بر فرض مثال الان من میخوام یک داکیومنت جدیدی رو ایجاد کنم که بر فرض یک فرم هستش. این فرم برای واحد فروشه. قبلا من حالا یه فرمی داشتم، اما من میخوام یک فرم صلاح دید، مثلا صلاح دید فروش، یا اصلا نه فرم تخفیف کالا، اینطوری بهتره، فرم تخفیف کالا رو در حال حاضر ندارم. این فرم یه توضیحات میتونم اینجا بنویسم براش که بگم این فرم به منظور ارائه تخفیف به مشتریان تهیه شده است. خب
اینجا میتونین این رو بنویسین. مشکلی نداره اگر یه مقدار طولانی تر شد. اگر خواستیم مثلا کوچیک‌تر میتونیم فونتش رو بکنیم و رپ کنیم که اینجا جا بشه، اما مشکل نداره اضافه بیادش. وقتی که در واقع اطلاعات مربوط به فرم رو نوشتین، وضعیت اون رو هم باید تعیین کنیم. مثلا تو این قسمت وضعیتش موجود نیست، در دست تهیه است یا منتظر تایید. خب وقتی که این اطلاعات فرم رو وارد کردین، بعد اینجا ایجاد کد رو بزنین. وقتی که ایجاد کد رو بزنین، یک کد رو واسه شما اینجا تخصیص میده، ولی هنوز چی توی مستر لیست ثبت نشده، فقط یک کد رو به شما اومده گفته. برای اینکه توی مستر لیستتون ثبت بشه، یک بار این ثبت رو میزنیم و اون وقت میبینیم که ساکسسفول اگر بده، فرم تخفیف شما ثبت شده با نسخه 0، یعنی نسخه اولش هست. فرض کنیم بعد از یه مدت خواستین این رو ورژن بزنیم و دوباره میفرستیم واسه مدیریت، واسه این که تایید بکنه و الان منتظر تاییدش هستیم. بر فرض رو فرض میکنیم شما وضعیت ها رو تایید نهایی هم کردیم و میخواین یک نسخه جدید رو در واقع ثبت بکنیم. برای این کار شما کافی اینجا نسخه رو 1 بکنین، اینجا هم 1 بکنین و بعد ثبت رو بزنین که اینجا میره و توی مستر لیست آپدیت رو انجام میده. فرض کنین مثلا من یک دستورالعمل رو میخوام داشته باشم، میدونم میخوام ببینم کدش چی بوده توی واحد فروش، مثلا دستورالعمل فروش محصولات. توی واحد فروش، فروش محصولات رو دارم من میخوام ببینم کد این دستورالعمل چی بوده. من کدش رو نمیدونستم، فقط میدونم واسه کدوم واحده، مالکش کیه و عنوانش کیه، نوشه. خب من واسه این کار بازخوانی اطلاعات رو اگر بذارم، اطلاعات اومده اینجا، حالا میخوام یک کد جدید بهش ایجاد بکنم، یعنی نسخهش رو آپدیت کنم، به روز رسانی انجام بدم که اینجا 1 رو انجام میزنم و نسخه 1 رو سلکت میکنم و بعد به روز رسانی اطلاعات رو انجام میدم که میاد توی مستر لیست واسه دستورالعمل فروش به روز رسانی من رو انجام میده. حالا این به روز رسانی میتونه دستورالعملش فرق کرده باشه، عنوانش ببخشید توضیحاتش تغییر کرده باشه، عنوانش هم میتونه عوض بشه. اما در نظر بگیرین اگر عنوانش رو هم عوض کنین، کدش باید یکسان باشه که ما بتونیم اینجا پیدا بکنیم. اگر هم کد تغییر کرده باشه هم عنوان تغییر کرده باشه، یعنی اینجا دیگه نمیتونیم چیز کنیم، اون رو به عنوان یک مستند جدید میشناسیمش. فرض کنین اینجا اگر عنوان مدرک به جای فروش محصولات، فروش خدمات و محصولات شده باشه عنوان من، اون وقت من یه نسخه جدید به نام 2 رو برم وارد میکنم، به روز رسانی اطلاعات رو انجام بدم، آپدیت انجام میشه. چرا؟ چون الان غلط املایی هم داشتیم، ولی خب چون فروش محصولات من کد اصلیم تغییر نکرده تا 2.01 و فقط 0.2 تغییر کرده و این تغییرات رو اعمال میکنه. اما اگر فرض کنیم که هم این تغییر بکنه، هم کد محصول از 2 نسخهش فقط تغییر نکنه و این مثلا بشه 2، اون وقت من باید یه دونه جدید ثبت کنم و اون نسخه نهایی میشه و این ثبت رو انجام میدم و به عنوان یک در واقع دستورالعمل جدید هست که اینجا ثبت شد. من میتونم از اینجا هم به راحتی یک دستورالعمل رو دلیت کنم یا اینزرت کنم، مشکلی نداره. این فرم واسه ساده سازی، اینجا واسه ذخیره سازی. خب بازخوانی اطلاعات رو دیدیم، گفتیم یا باید کد رو وارد بکنیم. اگر کد رو میدونین، بر فرض من اینجا یه کدی رو توی پورتال دیدم، میخوام ببینم چه دستور عملی FSA201 هستش و ورژنش رو هم 201 هستش. بیاین یه امتحان بکنیم ببینیم، بدون این نمیاره، میبینیم برمیگرده به حالت اول، ولی اگر FSA201 رو بزنیم و بازخوانی اطلاعات رو بزنیم، فرم رو واسه ما میاره. وقتی که بازخوانی اطلاعات رو میزنیم، ابتدا بر اساس این کد میاره، بر اساس این کد میاد
و اطلاعات رو بازخوانی میکنه و سپس میره اگر این کد وجود نداشت بر اساس این میگرده. فرض کنید الان من میخوام یه دستور عمل همون فروش محصولاتم هم رو بیارم من با توجه به اینکه این کد الان در حال حاضر واسه یک دستور عمل یک مستند دیگه هستش و من اینجا یه چیز دیگر رو نوشتم و میخوام سرچ کنم بازخوانی اطلاعات رو بذارم، این اطلاعات مربوط به کد رو میاره. اما اگر من میخواستم دستور عمل رو بیارم، اون وقت باید چی کار میکردم؟ وقتی که عنوانش رو مینوشتم این کد رو باید دلیت کنی، خط تیره رو کار نداشته باشین، خب تا بر اساس کد سرچ رو انجام نده و اون وقت اگر بازخوانی اطلاعات رو بکنم میگه این عنوان وجود نداره. چرا؟ فروش خدمات و محصولات هستش، من اشتباه اسم رو نوشتم. خب حالا بازخوانی اطلاعات رو بزنم، میاد کد اون رو هم واسه من میاد. پاک کردن فرم که چیزی نیست، میاد کل این رو پاک میکنه. اگر بخوام یک این رو پاک نکرد اگر بخوام یک در واقع دستورالعمل رو پاک بکنم، به جای اینکه برم توی مثلا FASA201 اگر یادتون باشه یکی از کدها بود، اینو بازخوانی میکنم، میخوام این رو پاک کنم، حذفش کنم. کافی اینجا حذف رو بزنم که از مستر لیست من پاک بشه. خب یه چیز بیشتری نداره، ایجاد کد رو با هم دیدیم، پس یک دستور عمل یا یک مستند جدید خواستیم اضافه کنیم به مستر لیستمون، باید بیاییم یک کد جدید بزنیم، بعد ثبت رو بزنیم، به روز رسانی اطلاعات در واقع میادش اطلاعات مربوط. الان اینجا این فرم رو من حذف کرده بودم، این دوباره ثبتش میکنم. اگر دوباره ثبت بکنیم آپدیت میزنه، یعنی میگه که اومدیم اینجا این رو آپدیت کردیم. خب در صورتی که آپدیتی انجام نمیشه در نظر بگیریم. خب اگر من بخوام اسم این رو عوض کنم، فرم تخفیف کالاهای خدماتی بر فرض، من عنوانش رو عوض کردم، مشتریان تنها برای خدمات توسعه داده شد. خب نسخش رو هم میکنم 2 و بعد به روزرسانی اطلاعات رو انجام میدم که میاد توی مستر لیست، این رو میکنه 2، اطلاعات رو هم به روز میکنه. بازخوانی اطلاعات رو با هم دیدیم، حذف و پاک کردن هم که چیزم. خب این در واقع نرم افزار مخصوصا زمانی که تو پورتال تعداد زیادی مستند وجود داره و همه بر اساس کد هستن، یه شخصی میتونه راحت بیاد کد رو اینجا بزنه بدون اینکه اون فرم رو باز کنه و ببینه مربوط به چه چیزی بوده، یا اینکه تعداد زیادی مستند داریم میخوایم یک مستند جدید اضافه کنیم، نمیدونیم چه کدی باید بدیم بر اساس فرم ها و در واقع دستور عمل های موجود، میتونیم اینجا کد رو ایجاد کنیم، میتونیم از استانداردش استفاده بکنیم و مستندات خودمون رو تو سازمان مدیریت و کنترل کنیم. ممنونم از توجهی که داشتین، خدا نگهدار.